سلام و درود به هزار چهره های عزیز این ویدیو رو از دست ندیم که امروز براتون فارغ از جنسیت میخوایم از علی کریمی دو یا امید دانای سه یا ریحان پارسای چهار پرده برداریم امروز میخوایم از اعتیاد صحبت کنیم از مرغوب ترین جنس بازار یعنی کسی که خودش بی پرده حرف میزنه و توی سخنان متضاد و این در و اون در زدن برای شهرت شهره است در انتهای این ویدیو هم با اجازه شهره قمر تحلیلی کوتاه از پست معروف پوریا زرایتی میکنیم شهره گاهی از اطاعت بیچون و چرا از خامنه ای سخن میگو گاهی کمر به قتل بچه های میبنده و در مخالفت با خامنه ای و رئیسی اعتراضات ایران رو جلوه خاص میبخشه کسی که با کشته شدن چندین انسان در حادثه تروریستی کرمان توسط داعش گفته که منتظر بعدیش هستم منتها در حد و اندازه من اینجا با تمام احترام به همه سلبریتی ها و سادات باید بگیم که اون از معدود سلبریتی های سیدیه که توانایی اینو داره تا همزمان با حمایت از سید ابراهیم رئیسی زیر پرچم اسرائیل سینه بزن و حتی برای لخ شدن تو روز آشورا هم برنامه بریزه. سلام شهر هستم. رای جوان ها است و سلام. کسی که علاوه بر وطن فروش بودن استاد شجریان علی کریمی رو هم یه وطن فروش مرغوب مثل مسیح علی نژاد میدونسته یه دفعه دیدش نسبت به جادوگر عوض شد و شده از حامیان علی کریمی علی کریمی که پس از حادثه تروریستی کرمان 9 کودک زیر ده سال رو به همراه باقی قربانیان نظری خور و ساندیس خور خطاب کرد و همچون پوریا زراعتی که در واکنش به کشته شدن کودکان در غزه نوشته بود پود شدن ادامه دارد نوشت انتقام سخت نصیبشون شد پیش از ادامه کنش های این بازیگر غیر معروف اگر هنوز عضو کانال ما نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنین و با نظرات و انتقادهاتون ما رو یاری کنید شهر قمر که معلوم نیست اصالتا کجاییه متولد مهر 72 و, و گفته که سهر قرشی افغانیه او تا کنون حدود 11 فیلم بازی کرده که احتمالا همین تعداد هم تو کارنامهش باقی بمونه او که پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری از رئیسی حمایت کرده بود پس از گذشت قریب دو سال اونو حرومزاده خوند و گفت رئیسی منو بلاک کرده البته این تنها بلاک شدن اون نیست سهر زکریان با مقایسه او با ریحانه پارسا شهره رو یه بیوجود و دختر خیابونی خوند و در خصوص صحبتهای شهره پیرامون تجاوز در سینما گفته که اصلا هم در سینما ایران هرزگی وجود نداره اصلا هم خفگیری و این چیزا نیست اگر اتفاقی افتاده ماجرای تجاوز نبود و خود طرف میخواسته لازم به ذکر شهره قمر توی 15 سالگی در سینما با یه خصوف خصوف چیه ولش کن با یه ماه گرفتگی روبرو شده و این رویداد باعث شده از اون تاریخ همه حرفاشو بیپرده بزنه و ابایی از بدگویی نداشته باشه اون که از حامیان اعدام سران سایت های مثل میلاد حاتمی و احتمالا شادمهر عقیلی بوده حتی به آقا میری هم رحم نکرد و رو به این شیخ خلع لباس شده که خودش یه پا متضاد گوه گفته تو خودت همدست صاحبین همین سایتهایی. خودت رو نخود هر آش نکن آقا میری هم تو این کلیپ جا داره چون ایشون هم با بخشش خدا و اسلام رحمانی معروف شد و بعدش شد از مخالفین و منتقدین مسئولین و گویا حواسش به حرف خودش نبود که گفته بود خدا میبخشه چی کار به این و اون داری اینجا ما به ایشون میگیم حاجی به مسئول کار نداشته باش بذار دزدی کنه خدا میبخشه همونطوری که علی کریمی از نظر شهر قمر دوز بود شهره پیش از این به علی کریمی گفته بود آقای فوتبالیست کاخ نشین شما تو کاخ تو امارات نظری نپاز امام حسین علیه السلام به نظری که از راه فساد و دزدی باشه نیازی نداره لازم به ذکره که این استوری در جواب استوری جادوگر بود که با التماس تفکر و دلسوزی برای فقرا گفته بود میلیاردها تومان خرج نظری میکنیم و در آخر آرزوی شفای بیمارانی رو داریم که برای نداشتن پول میمیرن وقتی ما این استوری علی کریمی رو میذاریم پیش استوری جدیدش در خصوص حادثه کرما متوجه میشیم که ایشون کشته شدن آدما براشون انتقام سخت محسوب میشه به خاطر همین علی آقا رو یه شهر قمر یا همون امید دانا میدونیم امید دانایی که تا یه تاریخی به جادوگر حمله میکرد حالا با نوشتن سوزش ارزشی ها و از استوره علی کریمی رفته پشت خاکریز علی آقا یادمون نره تا قبل از اینکه امید آقا مثل و عوض بشه مورد کراهت مخالفین نظام بود و الان برعکس شد او خامنه ای رو اسطوره و کورش و بزرگ میخوند و همچون شهره قمر از آقای خامنه بت ساخته بود بتی که حالا به همراهی برخی از افراد دو شخصیتی در حال شکستنشند شهره همزمان با تهدیدهای دو طرف ایران و اسرائیل و ترورهای صورت گرفته علاوه بر حمایت از اسرائیل برای بنیامین نتانیاهو که در جایی او را بزرگ مرد خوانده بود هم آرزوی سلامتی کرد و نوشت خیلی برای سلامتیتون دعا کردم زنده باشین گفتیم ترور او درباره ترور سید رزیک در سوریه توسط اسرائیل کشته شد هم نوشت به من میگویند از فلان گند قول که خط قرمز فلانی ها بود انتقام گرفتیم آرام بگیر کمی آرام گرفتم اما برایم کافی نیست بیشتر میخوام و سلام ما کاری نداریم کی به ایشون گفته و در قبال چی شهره میتونه همچین چیزایی از کسی بخواد به خاطر همینم از این موضوع رد میشیم و میریم سراغ اون حرفش که علی کریمی رو کاخنشین گفته بود قبل از اون باید موضع ایشون رو در خصوص آقازاده ها ببینیم و بشنویم ایشون توی یه استوری دیگه گفته بود که از فقر و بیچارگی و اجاره های میلیاردی چه خبر وقتی آقازاده های انگل در کاخهایشان مشغول فسادند و همه چند تابعیتی علی کریمی به عنوان کسی که کاندید ریاست فدراسیون فوتبال شده بود و به خاطر رأی پایینش نتونست وارد جریان دولتی بشه در بهبوهه مهاجرتش از ایران وقتی چند نفر بهش گفته بودن کاخت چی اونو چرا داشتی. گفته بود فدای سر مردمم این در حالیه که آقای جادوگر پیش از خروجش از ایران تمام اموالش رو فروخته بود تا بتونه زندگی خوبی رو توی امارات آغاز کنه و در آینده هم همشری جناب خاوری یکی از دوستهای بزرگ بشه و تابعیت کانادا رو بگیره همونطور که حتما میدونین علی آقا در جواب استوری بهروز پیرپاپاجکی نوشت مواد تو بزن بعد حرف بزن مهران قفوریان نوشته بود کسی را که از کشتن انسانهای بیگناه ابراز شادی میکنند باید در تیمارستان و به دور از دیگر بیماران روانی بستری کرد شن بر کسانی که از کشتار این مردم مظلوم به دست تروریست های کسیف استفاده ابزاری و سیاسی میکنند از اینجا به بعد یک کم میریم سراغ تحلیل برخی از سخنان حکیمانه این عزیزان اما اجازه بدیم پیش از اون جریان جکی رو هم از زبان امید دانا در جریان فوت مرحوم پیروز ببینیم و بشنویم من اینو میخوام بهتون نشون بدم میگن که این من, من اینو نمیتونم تایید کنم چون همین موقع اجرا دی دیگه بچهای تیم برای من فرستادن بچهای تیممون اینو الان برای من فرستادن خودم شخصا هنوز پیگیری نکردم منتها نوشتن که اینو خود مذهبی ها منتشر کردن و تصویر افشا شده از رادیولوژی پیروزه که نشان میده این حیوان بر اثر ضربات متعدد با کشته شده میگه که جان که جان دکتر جان دکتر پیریاکا جکی که این تصویر افشا کرده در خطر است صدای او باشه میگه که اینا یه دکتر مثل که آفریقایی منتشر کرده که جونشم اه آه جان دکتر آره دیگه جان دکتر میگه جان دکتری که اینو منتشر کرده در خطر حالا من اینجا یه مقدار تو هم تو هم, هم نوشته شده دقیق نمیدونم چی بگم حالا کیه که ایشون رو دانا ندونه انقدر موش کافی و دقت در خصوص فوت یوزه ایرانی واقعا از هر تحلیلگری بر نمیاد البته ایشون میفرماین که اعضای تیمشون این مطلب و گرانقدر رو براشون فرستادن به خاطر همین ما از خود امید و تیمش ناامیدیم هرچند چند تیمش برای ایجاد این سوال چنین مطلبی رو فرستادن که ببینم واقعا این فرد که به تنهایی تمام رودست رو میچرخونه داناست یا نه همین حالا بریم سراغ تحلیلمون از ماجرای ترور داعش در شاهچراغ شیراز و کرمان وقتی افرادی چون پوریا زراعتی شهر قمر علی کریمی و معاونین بنیامین نتانیاهو از این اتفاق خوشحالند باید یا نتیجه بگیریم اینها با داعش همدستند یا منافع مشترکی با این گروه تروریستی دارند اگر هم دست باشن که خب بنابر موازه تمام دولت ها و مردم جهان اونها هم تروریست و قاتل چونان که به عنوان مثال نیوشا زیقمی در این خصوص رو به علی کریمی گفته من به عنوان یک انسان و یک شرفند و به عنوان کسی که نگاه هم به جامعه نگاه برابر است عقیده دارم که ابراز خوشحالی از کشته شدن انسان ها حتی کسانی که اندیشه متفاوتی با ما دارند عین تفکر داعش است و اما اگر منافع مشترک دارن یعنی منفعت جریان تروریستی داعش و این دسته از سلبریتی ها توسط کشته شدن انسان ها اون هم به صورت بدترین نوعش یعنی ترور به دست میاد حالا شاید کسی بگه کشته شدن کسانی که طرفدار حکومت و قاسم سلیمانی هستن عین ثوابه چون که خود حکومتی ها هم مخالفان خودشان را میکشند اگر چنین سخنی از کسی شنیدیم یعنی آن فرد موافق کشتار مخالفینش میباشد مثلا یکی از افراد حکومت فردی را که مخالفش است میکشد و فرد مخالفی فرد دیگری را که قاتل نیست و فقط طرفدار جریان حکومت است را میکشد یعنی چه حکومت و چه جریان مخالفین که تشکیل شده از انسانهای مختلفی هستند مخالف خود را کشتند حال اگر کسی از قتل و کشتار ناخشنود است باید به صورت مطلق از کشتار انسان ها غمگین شود و فریاد زند هر جا که باشند اما اگر فردی از کشتار همفکرش ناراحت و از کشتار مخالفش شاد شد او با کشتار مخالف نیست بلکه میخواهد عقاید خودش در جهان کوچکش رشد کند و فراوان شود در آخر هم میخوایم صحبت پوریا زراعتی در خصوص کشتار در غزه رو بررسی کنیم ما فرض میکنیم که حماس تروریست حامیانشون هم حامی تروریست و اصلا خود تروریست یعنی قضایی ها همه تروریست پوریا در خصوص کشدار غزه در ایکس نوشته بود که پوت شدن ادامه داره پوریا اصالتا مازندرانی و در شهر بارفروش که بعدها به بابل و بابل سر تغییر نام میده به دنیا آمده اطلاعات درستی از مذهب پوریا در دسترس نیست شاید بدونین که این شهر یعنی بارفروش شهر یهودیانی بوده که پس از یهود سدیزی در اسفهان حدود 400 -500 سال پیش یکی از مهمترین معمنهای یهودیان ایرانی شده اونطور که ما به دست آوردیم پوریا در زمان حضورش در ایران به کار املاک مشغول بود و اتفاقا یکی از افرادی که او باهاش سر و کار داشته یکی از اعیان و اشراف خارج نشین به نام لرد داوود آلیانسه تو این کلیپ کوتاه وقت بررسی مذهب پوریا نیست و اگر شما خواستین که راجب پوریا و شهر بارفروش ویدیوی مستند تحلیلی براتون بسازیم برامون کامنت کنید اما چیزی که مهمه اینه که کودکی پوریا تو ایران و بعد از انقلاب گذشته شما تصور کنین که آمریکا یا اسرائیل در زمان کودکی پوریا به ایران حمله میکرد و مثل غزه شروع به بمباران ایران میکرد مثلا در بین 9000 کودک کشته شده یکی از جسدها متعلق بود به پوریا زراعتی آیا می توان کودکی را به خاطر اینکه خانوادهش به یک جریان فکری خاص تعلق دارد کشت یا مثلا میتوان گفت چون آنها اینجا زندگی میکردن لایق کشته شدنند حالا بریم به نوار تروریستی غزه کودکان این محل کوچک سرزمین مادریشان آنجاست شاید بعدها مثل پوریا و علی کریمی و حمید فرخ نژاد و غیره توبه کردند و شدن مخالف نظام حاکم بر فلسطین یا نه شاید پیش از رسیدن به جوانی به مرگ طبیعی مردند چگونه ممکن است پوریایی از پود شدن کودکی سخن بگوید که تنها جرم نداشته اش حضور در کشوری است که حکومتش را قبول ندارد یا اصلا بد است آقای زراعتی و دیگران نیز در چنین حکومتی میزیستند آیا آنها هم مجرم بودند در کودکی خیر هیچ کودکی مجرم نیست اما وقتی پوریا از پود شدن و علی کریمی از انتقام سخت سخن میگویند و شهر قمر هم دستبوس بنیامین نتانیاهوست نتیجتا اینها یا مثل امید دانا نادانند و یا مغرض و به دنبال منافع